بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب محضر محصلین نهایت عزیز. به جلسه دوم از درس حقوق بین الملل 2 خوش آمدید. همان گونه که در جلسه اول به اجرای معاهده بین المللی پرداختیم و اجرای معاهده بین المللی از دو منظر، یکی اجرای معاهده در مکان و دیگر اجرای معاهده در زمان، مورد بحث قرار دادیم و درس جلسه گذشته که کاملا راجع به اجرای معاهده در مکان بود و به صورت مفصل مورد بحث قرار گرفت، در این جلسه به اجرای معاهده در زمان خواهیم پرداخت. اجرای معاهده در زمان دارای چهار حالت کلی است. چهار حالت عرض می‌کنم خدمت شما. اجرای بحث عوامل اختتام معاهدات بین المللی در بحث اجرای معاهده، حالا اونا هم بحث مفصلی است. انشالله بعد از اجرای معاهده و تفسیر معاهده بحث عوامل اختتام معاهده هم خواهیم پرداخت به صورت مفصل، بحث بطلان و فسخ و تعلیق و اصلاح و جرح مفصلا بحث خواهد شد. اما در زیل اجرای معاهده در زمان خیلی کوتاه به چهار حالت خواهیم پرداخت. اول بحث لازم الاجرا شدن معاهده. در ذیل لازم الاجرا شدن معاهده یا بحث تاریخ اجرای معاهده دقیق تر عرض کنم خدمت شما، حالا مورد اول به طور کلی بحث لازم الاجرا شدن بیان شده. تاریخ اجرای معاهده یعنی زمان اجرای معاهده چه وقت است؟ کنوانسیون حقوق بین الملل معاهدات در بند 1 ماده 24، بند 2 ماده 24 و بند 3 ماده 24 زمان اجرای معاهده رو بیان میکنه، یعنی تاریخ اجرای معاهده رو بیان میکنه. در بند 1 ماده 24 بیان میکنه، حالت اول در بند 1 ماده 24 بیان میکنه که اگر طرفین معاهده در خود معاهده زمان اجرای معاهده را پیش بینی کنند، اجرای معاهده همان زمانی است که در خود معاهده پیش بینی شده است. اجرای معاهده همان زمانی است که در خود معاهده پیش بینی شده است. صراحت ماده از این قراره. یک معاهده به صورت و در تاریخی که در معاهده مقرر شده است، یک معاهده به صورت و در تاریخی که در معاهده مقرر شده است و یا به طریقی که کشورهای مذاکره کننده توافق کرده باشند لازم الاجرا می شود. مثلا دولت افغانستان، مثال قبلی که داریم در زمینه اجرای معاهده در مکان، حالا مثلا کشور افغانستان، پاکستان، ترکمنستان و ایران با هم یک معاهده رو منعقد میکنه، مثلا کاهش تعرفه های گمرکی. حالا درش پیش بینی میکنه که معاهده مثلا سال بعد، مثلا 21 حمل سال 1400 لازم الاجرا خواهد شد. پس 21 حمل سال 1400 زمان اجرای معاهده است که مورد توافق طرفین قرار گرفته.
کانوانسیون معاهدات همین رو میگه، میگه اگر طرفین در معاهده زمانی رو معین کردن که آن زمان زمان اجرای معاهده باشد، همان زمان تاریخی است که طرفین باید معاهده رو اجرا کنه. حالت اول. حالت دوم در ذیل تاریخ اجرای معاهده یا زمان اجرای معاهده، بند دوم ماده 24 کنوانسیون معاهدات است. بند دوم ماده 24 کنوانسیون معاهدات است که صراحتاً بیان میکنه اگر چی میخواد بگه، این رو میگه، اگر طرفین معاهده در معاهده زمان اجرای معاهده یا تاریخ اجرای معاهده را پیش بینی نکرده باشند، در چنین حالتی توافق جمعی همان اعضای معاهده زمان اجرای معاهده یا تاریخ اجرای معاهده را مشخص خواهد کرد. یعنی به توافق جمعی اعضا موکول میکنه. صلاحات ماده از این قرار است. بند دوم ماده 24، در صورتی که معاهده این امر را داخل قوس باز قوس بسته یا پرانتیز میگه این امر را، این تاریخ لازم الاجرا شدن را مقرر نکرده باشد یا توافقی در این مورد نشده باشد، معاهده به محض آنکه تمام دولت‌های مذاکره کننده رضایت خود به التزام در قبال آن را اعلام کنند، کامه یا ورگل لازم الاجرا خواهد شد. پس تمام دولت های مذاکره کننده توافقی، تمام دولت های مذاکره کننده رو شرط تعیین زمان اجرای معاهده دانسته، این توافق جمعی اعضا. حالت اول، اگر زمان پیش بینی شده باشه، خب بر اساس همون زمان معاهده اجرا میشه. اگر نشده باشه، توافق جمعی اعضا شرط تعیین زمان اجرای معاهده است. حالت سوم که در ذیل بند 3 ماده 24 کنوانسیون معاهدات بیان شده است، حالتی است که اگر دولتی، اگر اعلام رضایت یک دولت به منظور اجرای آن معاهده در تاریخ بعد از لازم الاجرای لازم الاجرا شدن معاهده صورت گیره، در چنین حالت چی میشه؟ حالت سوم، دولتی معاهده اجرا شده، لازم الاجرا شده، به اجرا گذاشته شده، همون دولت عضو نشده، بعدن دولت عضو معاهده میشه، میخواد عضو معاهده بشه، معاهده منعقد شده، معاهده اجرا شده، دولت میخواد بعدن، این معاهده اجرا شده، حالا که اجرا شده بعدن میخواد در واقع عضویت معاهده رو حاصل بکنه. در چنین حالتی کنوانسیون معاهدات میگه تاریخ مؤخر یا زمان مؤخر شرط اساسی و تعهد آوری است که برای دولت جدید ایجاد میشه. به این معنا که هر دولتی که اگر معاهده اجرا بشه، اگر دولتی بعداً بخواد به عضویت آن معاهده در بیاید، از زمان اجرای، از زمان عضویت دارای تعهدات است که باید پاسخگوی تعهدات خود باشه. میگه در صورتی که اعلام رضایت یک دولت به التزام در قبال یک معاهده، در صورتی که اعلام رضایت یک دولت به التزام در قبال یک معاهده در تاریخی بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن معاهده صورت گیرد، معاهده برای آن دولت از زمان مؤخر یا از تاریخ مؤخر لازم الاجرا خواهد بود. یک مگری داره، مگر این که
طرفین نحوه دیگر یا طور دیگری توافق کرده باشند، به نحوه دیگر یا طور دیگری توافق کرده باشند. پس بنابراین این مثال را همیشه این گونه بیان کرد، دو حالت پیدا میکنه. مثلا همون مثال شما در نظر بگیرید، دولت افغانستان، دولت ترکمنستان، دولت ایران و دولت پاکستان معاهده رو منعقد میکنن راجع به کاهش تعرفه‌های گمرکی. در زمینه لازم الاجرا شدن یا در زمینه اجرای معاهده، تاریخ اجرای معاهده سه حالت داره کنوانسیونی. حالت اول، اگر زمان یا تاریخ در معاهده مشخص شده باشد، همان زمان یا تاریخ، تاریخ لازم الاجرا شدن معاهده است. حالت دوم، اگر زمانی در معاهده پیش بینی نشده باشد، توافق جمعی اعضا زمان اجرای معاهده یا تاریخ اجرای معاهده را مشخص میکنه. حالت سوم، دولتی که مثلا عضو بوده، حالا دولت از میان ترکمنستان، افغانستان، ایران و پاکستان، مثلا دولت پاکستان، معاهده اجرا میشه بین سه کشور، دولت پاکستان جواب نمیده، بعدن که معاهده لازم اجرا میشه میای در واقع میخواد عضویت و معاهده پیدا بکنه، میگه در چنین حالتی دولت پاکستان از زمانی که عضویت حاصل پیدا میکنه، یعنی زمان مؤخر آخری که عضویت معاهده رو پیدا میکنه، از آن زمان در مقابل معاهده تعهدات داره، به گذشته زو هیچ تعهدی ایجاد نشده، از آینده در واقع از زمان عضویت در واقع تعهدات خود داره. منطقم همین است. یا دولت بعدی، از این چهار حالت کشور در نظر بگیریم، ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و ایران، این چهار کشور هست، میای معاهده لازم اجرا میکنه، زمان اجرای معاهده مشخص شده، طرفین اجرا میکنه، بعدن مثلا کشور قزاقستان میخواد عضویت پیدا کنه یا کشور هند میخواد عضویت معاهده پیدا بکنه، در چنین حالتی کشورهای آخری که از زمانی که عضویت حاصل میکنن، از این زمان در مقابل معاهده دارای تعهد است و تعهدات از زمان عضویت، تعهداتش از زمان عضویت آغاز میشه و بعد میره به گذشته، زو در واقع سرایت پیدا نمیکنه، هیچ نفع نظر رزونو به گذشته سرایت پیدا نمیکنه و هیچ آثار تبعاتی به گذشته نسبت به گذشته نداره. پس این بود حالت اول در بحث زلزله اجرای معاهده در زمان، بحث زمان اجرای معاهده یا تاریخ اجرای معاهده. حالت دوم، اجرای موقت معاهده است. اجرای موقت معاهده هم حالتی، بعضی وقتا معاهده منعقد میشه، بعضی وقتا معاهده منعقد میشه، زمان را مشخص میکنن، مثلا معاهده امروز منعقد شده، گفته معاهده سال مثلا 21 حمل 1402 اجرا میکنیم. این معاهدات بعضی وقت معاهده معاهدات جمعی است، معاهداتی است که مثلا حداقل حالا همه کشورها باید عضو بشن، مثلا کنوانسیون حقوق ملل دریاها، خب یا کنوانسیون معاهدات، اینکه نمیشه دولت 10 تا کشور آل جمع شدن معاهده شروع کرد عضویت، حالا مثلا معاهده منعقد میکنن، حالا دولت ها بعدن آرام آرام میایه به عضویت زو افزوده میشه. حالا تا زمانی که معاهده در واقع میخوای لازم الاجرا بشه، در چنین حالتی کشورهایی که اول آمده در واقع ابتدا آمده عضویت زو رو حاصل کرده، به موجب کنوانسیون معاهدات میتواند تا زمانی که اون معیار کامل میشه، معاهده را موقتا بین خود اجرا کنه، منتفی میشه، استفاده کنه. فکر میکنم در کنوانسیون حقوق بین الملل معاهدات شرط کرده بود، یا کنوانسیون حقوق بین الملل دریاها، که این معاهده از زمانی لازم الاجرا میشود که 60 سند تصویب در این زمینه صادر شده باشه، 60 سند تصویب ارائه شده باشه. حالا مثلا شما در نظر بگیرید 15 کشور، 30 کشور اومده، 30 تا سند تصویب آمده ارائه شده، خب 60 سند کشور، میگه این معاهده مثلا یک سال بعد از ارائه 60 سند تصویب لازم اجرا خواهد شد. اولا که یک سال باید صبر کنه، اولا چند سال باید صبر کنه که 60 کشور بشه، بعدن یا مدتی بالاخره باید صبر کنه 60 کشور بشه، بعد از اون تاریخ تازه یک سال دیگر باید صبر کنه که معاهده اجرا بشه. خب در چنین حالاتی معاهده طرفین اگر علاقه من باشن، میتونه موقت معاهده رو بین خود، کشورهایی که عضو شدن معاهده رو بین خود موقتا اجرا بکنه. اما
ماده 25 کنوانسیون و معاهدات اجرای موقت معاهده رو پیش بینی میکنه، اجرای موقت معاهده پیش بینی میکنه در ذیل حالا دو بند موضوع بیان میکنه. بند اول که میگه بله یک معاهده یا قسمتی از آن، میتونه تمام معاهده باشه یا قسمتی از آن یا بخشی از آن، معاهده در واقع به صورت موقت اجرا بشه به شرطی که خود معاهده چنین پیش بینی کرده باشه یا در واقع کشورهای مذاکره کننده به طریق دیگری در این مورد توافق کرده باشن. صراحت ماده از این قراره، میگه یک معاهده در بند اول ماده 25، یک معاهده یا قسمتی از آن در صورتی قبل از لازم الاجرا شدن موقتا اجرا خواهد شد که الف، که الف یک معاهده یا قسمتی از آن در صورتی قبل از لازم الاجرا شدن موقتا اجرا خواهد شد که الف، که دو نقطه الف، الف معاهده خود چنین امری را مقرر کند کامه، یا الف معاهده خود چنین امر را مقرر کند یا ب حالت دوم میشه کشورهای مذاکره کننده به طریق دیگری، کشورهای مذاکره کننده به طریق دیگری در این مورد توافق کرده باشند. الف معاهده خود چنین امر را مقرر کرده باشند، ب کشورهای مذاکره کننده به طریق دیگری در این مورد توافق کرده باشه. در بند دوم بیان میکنه، بند دومی رو بیان میکنه، میگه اگر دولتی از میان همین کشورهای عضوی که معاهده موقتا اجرا میکنه اعلام بکنه که قصد ادامه اجرای معاهده یا قصد پیوستن به معاهده رو نداره به طور کامل، در چنین حالتی یا قصد ادامه اجرای معاهده رو نداره در چنین حالتی کنوانسیون بیان میکنه که کشورهای عضو معاهده حق نداره که با این کشور در واقع رابطه‌ای که راجع به موضوع معاهده است داشته باشه، یعنی حق نداره که با او کشور در واقع رابطه برقرار بکنه بلکه باید او رابطه متوقف بشه. مثلا اگه معاهده تجاریه رابطه تجاری دیگه نداشته باشه، باید او رابطه متوقف بشه. پس بنابراین میگه دولتی میتواند از اجرای موقت معاهده برخوردار باشه که دولتی میتواند از اجرای موقت معاهده برخوردار گردد که قصد اجرای معاهده، که قصد پیوستن معاهده و قصد ادامه آن معاهده رو داشته باشه. پس بنابراین بند دوم ماده 25 کنوانسیون معاهدات اصرار داره، میگه بجز در مواردی که، حالا این حالت توافق این هاست، بجز در مواردی که معاهده نحوه دیگری را مقرر سازد و یا کشورهای مذاکره کننده به نحو دیگری توافق کرده باشند کامه یا ورگل، در صورتی که دولتی به دولت‌های دیگری که ما بین آنها معاهده موقتاً اجرا می شود کامه یا ورگل اطلاع دهد که قصد پیوستن به معاهده را ندارد، که قصد پیوستن به معاهده را ندارد، اجرای موقت معاهده یا قسمتی از آن در ارتباط با دولت مذکور
در ارتباط با دولت مذکور متوقف خواهد شد. پس بنابراین کنوانسیون معاهدات اجرای موقت رو پیش بینی کرده است، اما شرایط داره این که در خود معاهده پیش بینی شده باشه و یا اینکه دولت‌های مذاکره به نحو دیگری در مورد توافق کرده باشد و از همه مهمتر قصد پیوستن به آن معاهده را داشته باشه. اگر قصد پیوستن نداشته باشه، بنابراین او حق اجرای موقت معاهده را نداره و یا از حق موقت اجرای معاهده برخوردار نمی باشد. پس بنابراین این بود بحث اجرای موقت معاهده. سومین حالت اجرای پی در پی معاهده است. اجرای پی در پی معاهده یا اجرای معاهدات متوالی که ناظر بر موضوع واحد است، یعنی اجرای معاهدات متوالی که موضوع جنان واحد باشه. کنوانسیون معاهدات در ماده 30 کنوانسیون اجرای متوالی یا اجرای پی در پی معاهده رو پیش بینی کرده است. شما تصور کنین دو معاهده است، یک معاهده بین دو یا چند کشور منعقد میشه، موضوع هم واحده، مثلا کاهش تعرفه‌های گمرکی. این کشورها، سه چهار کشور، دوباره بعد از مدتی همین سه چهار کشور در کشور دیگری با هم دیگر نشست میکنن. وقتی نشست میکنن یک معاهده دیگری رو با توجه به همان موضوع کاهش تعرفه ها، مثلا یک موضوعات جدیدی پیش آمده، در معاهده بعدی شکل میگیره. حالا در این حالت، در معاهده بعدی که اینا نشست دوم بوده، پیش بینی نمی کنه که معاهده قبلی که ما در این زمینه داشتیم اعتبار دارد یا ندارد، یعنی یا این معاهده قبلی فسخ هست یا نیست، چیزی نمیگه. حالا دو معاهده میشه، معاهده قبلی اولی، معاهده بعدی این معاهده دومی، هر دو تا راجع به کاهش تعرفه گمرکی است. در چنین حالتی اگر اختلافی بین اعضا به وجود بیایه که یکی به معاهده اولی استناد کنه، این قبلی، دیگری به معاهده بعدی استناد میکنه، یعنی دومی، در چنین حالتی کدام معاهده قابلیت اجرا را دارا میباشه؟ کنوانسیون معاهدات در ذیل سه بند موضوع رو بیان میکنه. بند اول ماده 30 کنوانسیون معاهدات این رو بیان میکنه که معاهده قبلی و بعدی هر دو معتبر، هر دو اعتبار داره، هر دو ملاک اعتبار است و یا هر دو ملاک اعتبار خواهد بود. حالت دوم این رو بیان میکنه، درسته که هر دو ملاک اعتبار است، اما اگر بین این دو مغایرت ایجاد شود، مشاهده بشه، در چنین حالتی معاهده قبلی اعتبار داره یا معاهده بعدی؟ در چنین حالتی میگه معاهده بعدی، معاهده آخری بر اولی قابلیت ترجیح داده میشود. در ذیل حالت سوم بیان میکنه که اگر طرف های معاهده بعدی، یعنی دومی، شامل همه طرف های معاهده قبلی یعنی اولی نباشد، مثلا در معاهده اولی سه کشور بوده، در معاهده دومی چهار کشور میشه، در چنین حالتی بین این دو حالت معاهده قابلیت اجرا رو دارد که هر دو کشور عضویت آن را دارد، فرق نمی کنه که معاهده قبلی باشه یا بعدی.
پس بنابراین اگر اختلاف ایجاد بشه بین کشوری که در معاهده قبلی بوده و کشوری که در معاهده قبلی نبوده اما در معاهده بعدی هر دو کشور عضوان، حالا در چنین حالتی معاهده اجرا میشه که هر دو کشور عضو، یعنی معاهده بعدی. حالا اگر در معاهده قبلی هر دو کشور عضو باشن، در بعدی یکی شرکت نکرده باشه و بعد اون زد پیدا نکرده باشه، پس دعوا ایجاد بشه، معاهده اجرا میشه که هر دو کشور عضو، این معاهده اولی قبلی قابلیت اجرا رو داره. پس بنابراین در چنین حالتی ماده 30 کنوانسیون معاهدات در ذیل ماده 30 بیان میکنه مقررات بخشید ماده 30 کنوانسیون معاهدات در ذیل 3 بند بیان میکنه مقررات ناظر بر معاهدات متوالی که در مورد موضوع واحدی، یعنی موضوع باید واحد باشه، این تعریف وای گمرکی منعقد شده اند به قرار ذیل است. یک، در موردی که معاهده تصریح کنند که مشمول معاهده قبلی و یا بعدی است و یا آن که نباید مغایر با معاهده قبلی یا بعدی محسوب شود، مقررات آن معاهده دیگر یعنی قبلی یا بعدی ملاک خواهد بود. دوم، در موردی که همه طرفهای معاهده قبلی جزو معاهده بعدی نیز باشند ولی معاهده قبلی فسخ نشده یا اجرای آن به موجب ماده 59 کنوانسیون معاهدات معلق نشده باشد، کامه یافرگل، معاهده قبلی فقط تا حدودی اجرا می شود که مفاد آن با معاهده بعدی منطبق باشد. یعنی اگر منطبق نباشه معاهده بعدی اجرا میشه. و سوم این که در مواردی که طرفهای معاهده بعدی شامل همه طرفهای معاهده قبلی نباشد، میان کشوری که طرف هر دو معاهده است و کشوری که فقط طرف یکی از آن دو است معاهده‌ای که هر دو کشور طرف آن هستند حاکم بر حقوق و تعهدات مشترک آنها خواهد بود. پس بنابراین آمده این گونه کنوانسیون معاهدات بیان میکنه، یعنی معاهده اجرا میشه کرد و طرف در واقع عضو آن است. پس بنابراین اگر معاهده ای بینه، به طور مثال هم مثال قبلی که دادیم، افغانستان و پاکستان و ترکمنستان و ایران اجرا میشه راجع به کاهش تعرفه، مثلا در تهران اینا نشست کردن، دوباره اینا این نشست دیگری راجع به همین تعرف و کاهش تعرفه‌های گمرکی با یک موضوعات جدید پیش آمده، نشست دیگری در کابل میگیرن. در نشست کابل این چهار
دواره داره. اولا که همین چهار کشور دوباره در نشست کابل شرکت میکنه. بعد در نشست کابل شرکت کنه میشه تعرفه های گمرکی جدید، یعنی یک کاهش تعرفه بوده در نشست اول در مایده اولی در تهران، دوباره یک کاهش تعرفه های گمرکی در نشست دوم هست در کابل. در چین در نشست کابل ذکر نمیکنه که مایده قبلی فسخ شده یا نشد، چیز نمیگم اصلا، اما حالت سکوت میکنه، حالت باقی میمونه، اصلا نمیگه فسخ، چیزی جایی نمیکنه. حالا این دو مایده شکل میگیره، یک مایده قبلی، دوم مایده بعدی، اولی قبلی تهران، بعدی دومی این افغانستان. خب حالا اگه دعوای راجع به این موضوع تکاش طرفای گمرکی ایجاد بشه که هر یک از طرفین برخی بخواد به مایده قبلی استناد بکنه، یعنی کنفرانس ایران، و بعدی بخواد در برخی بخواد در مایده بعدی یعنی کنفرانس افغانستان استناد بکنه، کدام یک ملاک اعتباره؟ کنوانسیون مایدات میگه سه حالت بیان میکنه. حالت اول اینکه هر دو مایده میگه در صورت مغایرت نداشته باشن و در واقع که مایده مشمول هر دو حالت باشه، در هر دو ملاک اعتبار، هم قبلی هم بعدی. حالت دوم میگه اگر مغایرت ایجاد بشه میان معاهده قبلی و بعدی، معاهده قبلی یعنی کنفرانس معاهده تهران تا آنجایی اجرا می شود که در مغایرت با معاهده بعدی یعنی معاهده کابل نباشد. خب ادامه، یعنی معنی ادامه یعنی چیز، یعنی اگر مغایرت میان معاهده تهران با معاهده کابل ایجاد بشود، معاهده کابل برتر است بر معاهده تهران، یعنی تا اونجایی که تهران مغایرت نداره اجرا بشه، اونجایی که مغایرت داره معاهده کابل ترجیح داده میشه. یعنی معاهده قبلی تا آنجایی اجرا میشود که در مغایرت با معاهده بعدی نباشد. سومین حالت، فرض بری بگیرین حالا کشوری آمده در کنفرانس بعدیش زیاد شده، مثلا در کنفرانس تهران کشورهای افغانستان بود، ترکمنستان بود، پاکستان بود و ایران، پاکستان، افغانستان و ترکمنستان. در کنفرانس تهران این چهار کشور بوده. در کنفرانس کابل مثلا حالا هند هم زیاد میشه، یا چین هم زیاد میشه، علاقه مند میشه، یا آمریکا هم در این زیاد میشه. حالا وقتی که یکی از کشور مثلا آمریکا میای زیاد میشه در کنفرانس کابل که میخوای حالا شرکت کنه، مثلا یا کشور هند به زیاد میشه، وقتی که زیاد میشه بعدن یا یکی از کشورهای قبلی شرکت نمیکنه، مثلا افغانستان شرکت نمیکنه، یا بخش افغانستان، حالا ترکمنستان شرکت نمیکنه، در چین حالتی میگه اگر در تا روز ایجاد بشه میان دو مایده چه خواهد شد؟ مثلا هند به کنفرانس به کنوانسیون کابل زیاد میشه به کاش طرف ها، بعدن اختلاف ایجاد میشه بین هند و پاکستان، پاکستان استناد میکنه به مایده قبلی، هند استناد میکنه به مایده بعدی. هند میگه برادر من در کنفرانس قبلی که نبودم. پاکستان میگه من کار ندارم، هر دو مایده اعتبار داره، من مایده قبلی استناد میکنم. در چنین حالتی میگه ما از این دو مایده، مایده اجرا میشه که هر دو کشور عضو باشه، فرق نمیکنه. خب میبینید کدام مایده، مایده قبلی فقط پاکستان بود، هند که نبود، اما در مایده بعدی هم پاکستان عضو است، هم هند عضو است. در چنین حالتی معاهده بعدی یعنی معاهده کابل بر معاهده تهران ارجحیت داره. اما یا مثلا حالت اول، در کنفرانس بعدی ترکمنستان شرکت نمی کنه، در حالی که در معاهده قبلی ترکمنستان بود، ترکمنستان، ایران، پاکستان و افغانستان. در کنفرانس بعدی ترکمنستان شرکت نکرده، هست افغانستان، ایران و پاکستان. در چین حالتی حالا دعوا ایجاد بشه بین مثلا ایران و ترکمنستان، خب کدام یک مایده قابل اجراست؟ در مایده اولی میبینیم که هم ایران هست، هم ترکمنستان هست، هم افغانستان، هم پاکستان، هم ایران، هم ترکمنستان. اما در مایده بعدی ترکمنستان نیست، فقط ایرانه. پس مایده کابل اجرا نمیشه، دومی مایده اولی قبلی یعنی مایده تهران اجرا میشه. پس در چنین حالتی است که
در واقع ما اجرای معاهدات پی در پی یا متوالی رو داریم. این سالت اساسی است که کاروانسرای معاهدات پیش بینی کرده. چهارمین حالت عطف به ما سبق نشدن معاهده است. معاهده به گذشته خود رجعت نمی کنه. هر در واقع واقعی حقوقی اگر ایجاد شده، حادثه حقوقی ایجاد شده، عمل حقوقی ایجاد شده، بر حال به گذشته خود رجعت نمی کند، بلکه به آینده تعهد آور است. صراحت ماده 28 کنوانسیون معاهدات است. بیان می کنه این گونه: به استثنای مواردی که معاهده یا از طریق دیگر قصد دیگری استنباط شود، کامه مقررات یک معاهده برای یک طرف در ارتباط با عمل حقوقی یا واقعی که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن معاهده صورت گرفته یا وضعیتی که قبل از لازم الاجرا شدن معاهده خاتمه یافته باشد، کامه تعهد آور نیست. پس بنابراین مقررات یک معاهده به گذشته خود رجعت نمی کنه، بلکه آینده در واقع شامل می شود. این بود بحث اجرای معاهده در زمان که در چهار حالت خدمت شما از آن عرض شد: یک، بحث لازم اجرا شدن یا تاریخ اجرای معاهده، دوم اجرای موقت معاهده، سوم اجرای پی در پی معاهده، و چهارم اجرای عطف به ما سبق نشدن معاهده. این بود بحث اجرای معاهده. اجرای معاهده کامل شد، حالا به طور کلی به موضوعات در این زمینه پرداخته شد. جزئیات اجرای معاهده معمولا در دوره ماستری دیگه تدریس میشه. ما فقط در به طور کلی در مقطع لیسانس در همین حد کافی است. و اینکه ما اجرای معاهده در زمان و مکان به طور کلی پرداختیم و ذهنیتی در رابطه در ذهن شما عزیزان ایجاد شد. انشاءالله در جلسه بعد به بحث تفسیر معاهدات بین المللی خواهیم پرداخت و تفسیر معاهدات رو مفصلا انشاءالله مورد بحث قرار خواهیم داد. در ارتباط با اجرای معاهده اگر سوالاتی هست قطعا یادداشت برداری کرده باشید پاسخ داده خواهد شد و انشاءالله که درسای جلسات قبل و این جلسه رو هم انشاءالله مطالعه کنین، به کتاب ها هم مراجعه کنین، از کتاب ها هم کمک بگیرین، از سایت ها هم کمک بگیرین، از مقالات متعددی که در زمینه وجود دارد کمک بگیرین. انشاءالله که سوالات شما هم پاسخ داده خواهد شد و از طریق تلگرام هم با بنده میتونین در ارتباط باشین و سوالاتی که در زمینه ایجاد میشود به شما عزیزان پاسخ داده خواهد شد. انشاءالله که موفق و پیروز باشید. تا جلسه بعدی شما را به خداوند منان می‌سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله.